سلام خدمت شنوندگان عزیز. اعتراف جنجالی ریحانه پارسا. ریحانه پارسا 4 اسفند 1377 بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی است. ریحانه پارسا در اعتراف عجیبی از زندگی دردناکش پرده برداشت. ریحانه پارسا اظهار کرد 13 سال پیش پدر مادرم از هم جدا شدند و من در پایین شهر در جایی که بچه طلاق بودن فحش بود زندگی کردم و به همین دلیل طلاق را حق زن نمی دانم. شروع و شهرت ریحانه پارسا. اولین و حرفه‌ای‌ترین تجربه رسمی ریحانه پارسا در تلویزیون بار سریال پدر در سال 1397 با نقش لیلا شروع شد. وی از طریق دستیار کارگردان به پروژه معرفی شد. او در نقش لیلا در این سریال به شهرت عجیبی رسید. خانواده و شروع فعالیت ریحانه پارسا. پدر ریحانه پارسا شغلش آزاد است و مادر خانه‌دار است. بچه اول خانواده و دو خواهر کوچکتر از خود دارد. خانم ریحانه پارسا فعالیت حرفه‌ای خود را از تئاتر و کارهای دانشجویی هنرستان سوره شروع کرد. میگوید اینقدر بلند پرواز بودم که یک روزی میدانستم موقعیتی برای دیده شدنم پیش خواهد آمد. نحوه انتخاب ریحانه پارسا برای سریال پدر. برای نقش لیلا در سریال پدر حدود 250 نفر که حتی عده‌ای از آنها بازیگران شناخته شده بودند تست دادند، اما در نهایت من پذیرفته شدم و خیلی خوشحالم. خدا رو شکر توانایی های من به چشم کارگردان و نویسنده آمد. ریحانه پارسا میگوید که برای سریال پدر یک آگهی فراخوان برای تست بازیگری را دیده است و بعد از اینکه برای تست بازیگری به نزد آقای انیفا و توفیقی آمده مورد توجه آنها قرار گرفته است و بعد از تست بازیگری از بین 300 نفری که در آنجا حضور داشتند توانسته نمره قبولی را کسب کند و برای بازی در نقش لیلا در سریال پدر انتخاب شود. ریحانه پارسا البته قبل از اینکه مجموعه تجربه حرفه‌ای نداشته است، اما در کلاس‌های بازیگری زیادی شرکت کرده و در دوران دانشجویی و مدارس کار تئاتر مدرسه را بر عهده داشته است. همچنین زمانی که دانشجو بوده، چندین کار در تئاتر را با دوستانش کار نموده و علاقه زیادی به بازیگری دارد و مهارتش در مجموعه پدر نشان داده است. هرچند که این مجموعه اولین کار حرفه‌ای در مقابل دوربین است، اما توانسته با بهترین شکل ممکن در این نقش بازی کند و کارشناسان سینما و تلویزیون به نمره مثبت بدهند. لازم به ذکر است که نقش حامد را آقای سینا مهراد بازی کرده است. از بازیگران مشهوری دیگر که با این خانم هم بازی شده اند، آقای مهدی سلطانی و لعیا زنگنه از پیشکسوتان و چهره های معروف سینما و تلویزیون می باشد که در کنار این خانم بازیگر جوان بازی می کنند. تجربه فوق‌العاده درخشان خانم پارسا در سریال پدر باعث شد سری از پیشنهادات برای بازیگری او به راه بیفتد و می گوید بیشتر برایش جذاب سینما را هم تجربه کند، اما فعلا تصمیم دارد وارد تئاتر شود و تجربه اندوزی کند. همیشه در زندگی بلند پرواز بودم و فکر میکنم از همین رو چنین موقعیتی برایم پیش آمد. البته برای برنامه خودم هم بود. با اتمام مدرسه و عین تحصیل در دانشگاه تصمیم گرفتم کار تئاتر رو به صورت حرفه‌ای شروع کنم و تصور میکردم بعد از چند سال چنین اتفاقی برام میافتد. پدرم سبب پرش من است. لیلا سریال پدر یک دختر امروزی است که به خاطر برخی اتفاقاتی که در دانشگاه می افتد با پسری به نام حامد تهرانی آشنا می شود و کل سریال جریان رابطه این دو نفر است. نقش حامد را سینا مهراد بازی می کند. گفتنی است روزبه حصاری و ریحانه پارسا خبر ازدواج خود را رسانه ای کردند و تنها با یک ساعت اختلاف از ازدواج خود با عکس‌هایی خبر دادند. ابتدا روزبه حصاری و سپس ریحانه پارسا بدون اشاره به یکدیگر خبر ازدواج خود را رسانه‌ای کردند و در کامنت ها به یکدیگر تبریک گفتند و این باب شایعه ازدواج این دو را قوت بخشیده است
زیرا اولین نفری که ازدواج روز به حسابی تبریک گفته ریحانه پارسا بوده و همچنین اولین کسی که ازدواج ریحانه را به او در کنار همسر خوشتیپش تبریک گفته روز به حسابی بوده است. ریحانه پارسا در مورد نحوه انتخابش برای سریال پدر در خندمانه گفته بود در ابتدا قرار بود که بازیگری به نام سوگل خلیق این نقش را بازی کند، اما با انصراف ناگهانی او در حالی که 24 ساعت تا شروع کار مانده بود، گروه سازنده سریال پدر به دنبال یک بازیگر جایگزین بودند که دستیار آقای توفیقی من را برای این کار انتخاب کردند. فردای آن روز من با پدرم به دفتر کارگردان رفتم و گویا که من نزدیکترین گزینه برای این نقش تشخیص داده شدم. 8 اسفند ما به دفتر آقای توفیقی رفتیم و 10 اسفند من جلوی دوربین بودم. به شدت تو زندگی عادیم آدم تنها و خونه نشینی هستم. در طول روز کار خاصی نمی کنم و سعی می کنم دورم خلوت باشد تا توی آرامش باشم. بیشتر اوقات می نویسم و امیدوارم روزی اتفاقی در نوشتن من هم برایم بیفتد.